خوش آمدید به روز دوم از احیا و تبلیغ امروز میخوام با شما درباره نقش دعا در احیا و نقش دعا در تبلیغ صحبت بکنم ما دیروز دیدیم که احیا و تبلیغ به طور نزدیکی با هم وصل هستند و که احیا کاری است که خدا در دل ما انجام میده و تبلیغ کاری است که خدا به وسیله زندگی ما انجام میده و پس همینطور که دوباره تازه میشیم پس از دل خدمت میکنیم مانند دل خدا حالا دلیلی برای این هست دلیلی هست که دعا به طور نزدیکی وست هست به یا تبلیغ بگذارید تعاریفی براتون بگم که شاید کمکتون بکنه اول از همه دعا نزدیکی با خداست مشارکت بین دو دل هست دل خدا و دل انسان حالا از اون دو دل فکر میکنید به کدام باید توجه بیشتر کرد؟ دل انسان که یک دل کوچک و گناهکار و فریبنده و شریر هست یا دل بزرگ و خارقلاده خدا البته دل خدا هست و پس دعا ما رو به حضور خدا میاره تا که ما دل او رو ببینیم و ما مشتاق اون چه او هست میشیم حالا وقتی این اتفاق میفته زمانی که یا در زندگیمون صورت میگیره وقتی در دل ما هم اون چه در دل او هست میباشه پس دیروز دیدیم که چطور اون دل دل محبت و چطور خدا مردم رو دوست می‌داره اما این بسیار جالبه که اگر شما تاریخ کلیسا رو مطالعه کنید و تاریخ احیا رو مطالعه کنید شما کشف خواهید کرد که بزرگترین زمان برداشت محسود جانهایی که به سوی مسیح میان همیشه در زمانهای احیای روحانی بزرگ انجام میشه و احیاهای روحانی بزرگ همیشه بعد از جنبش های بزرگ دعا بوده است همیشه یک نفر بوده یا یک گروه کوچک از مردم و شروع به دعا کردند و همینطور که شروع به دعا کردن و خدا رو میطلبیدند اون موقع خدا حرکت و کار کرد و زندگی مردم عوض شد و که کل جامعهشون و حتی هاشون برای مسیح لمس شدند در واقع ما در آمریکا تاریخ غنی از بیداری های بزرگ روحانی داریم که اتفاق افتاده است ما در مکانهای دیگر دیدیم که خدا حرکت و کار کرده در زندگی خودم من دیدم خدا واقعا یک ملت رو تبدیل کرد من دیدم رومانی عوض شد همش در دهه 1970 شروع شد وقتی شبانی بود شبان اولولیویو و مسیحیان جفا می دیدند به خاطر ایمانشون به سختی رنج بردن زمان خیلی تاریک و سختی بود اما شبان اولالیویو گفت به مردم که من از شما میخوام که دعا کنید و به اونها گفت به طور عجیبی دعا کنم او گفت دعا کنید که یک روزی همه ای ما در استودیوم بزرگ این کشور بیسیم و انجیل رو موعظه کنیم دعا کنید که روزی در رادیو و تلویزیون و روزنامه انجیل موعظه بشه و مردم گفتند شبان این غیر ممکنه این هرگز اتفاق نمیفته چرا ما مردمی را داریم که جفا میبینن شغل هامون رو از دست دادیم به زندان میریم افرادی حتی به خاطر ایمانشون کشته شدن پس شبان این چطور ممکنه اتفاق بیفته او گفت برای انسان ممکنه غیر ممکن باشه اما برای خدا همه چیزها امکان دارد شما دعا کنید مردم دعا کردند خدا حرکت کرد خدا به طور خارق العاده ای کار کرد بقیه داستان رو بعد برای شما خواهم گفت در یکی از این درس ها اما فقط میخوام به شما بگم کل یک کشور تبدیل شد و آزادی کلا به یک کشور اومد چون یک مرد دعا کرد و به مردمش یاد داد دعا کنند و در ضمن اون کلیسا حالا یکی از بزرگترین کلیساهای بابتیس و یکی از بزرگترین کلیساهای بشارتی در قاره اروپا هست اونها دعا کردند خدا احیای روحانی فرستاد اونها برداشت جانهای زیادی رو تجربه کردن و مردم به پیش مسیح اومدن دعا همیشه قبل از احیا میاد و احیا زمان برداشت محصول بزرگه پس من میخوام شما رو تشویق کنم که دعا کنید برای اینکه خدا در زندگیتون حرکت و کار کنه در خانوادهتون، در جامعتون و در کلیساتون. خدا برکتتون بده همینطور که دعا میکنید. او کارهای بزرگ و عظیم انجام خواهد داد.